میگن یا زهرا نگید، یا علی نگید، یا حسین نگید، یا صاحب الزمان نگید، اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام رو مخاطب قرار ندید، فقط باید بگید یا الله. خود خداوند فرمودن با وسیله به خداوند نزدیک میشین. اهل بیت هم بهترین وسیله هستن. ما اگه میگیم یا علی و یا زهرا، داریم به دستور خدا عمل میکنیم. در ذهن ما اعتقاد داریم که خداوند این قدرت توانایی رو به اهل بیت داده که حاجت ما رو به اذن الهی برآورده میکنن. فرزندان حضرت یعقوب به پدرشون عرض میکنن که یا نبی الله، برین شفاعت ما رو از خداوند بکنید، گناهای ما رو بیامرزه. من به بهابیت میگم این قصه رو چجوری میخواین حذف کنید؟ همین یه مورد. خدای متعال هیچ گونه عملی را از بنده ای قبول نخواهد کرد مگر به واسطه شناخت ما اهل بیت، مگر به واسطه همین درگاهی که خدای متعال فقط قرار داده. پنجتن آقل عباس همون چهارده معصوم هستن، یک واسطه هستن بین ما و خداوند، و بدون اقتدا کردن به این پنجتن آقل عباس به هیچ عنوان ما به خداوند وقت نمیشیم، علاوه بر اینکه فاطمه زهرا و حضرت علی علیه السلام. شیعه وقتی یا زهرا میگوید عمل میکند به آیات قرآنی که فرموده لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، آیاتی که فرموده وابتغوا الیه الوسیله. به دستور آیات قرآن و به دستور خدای متعال یا زهرا میگوییم، به دستور خدای متعال یا علی یا حسین یا مهدی میگوییم. حدیث صحیح از رسول اکرم داریم که ذکر علیون عبادت، یاد علی، ذکر حضرت امیرالمومنین عبادت است. این خود وهابیون هستند که کاملا مشرک هستند، چون خدا را به شکل تجسیم می‌بینند. شفا میدی بیماری‌های مختلف رو، اما به اذن من کور مادرزاد و بیماری پیسی را شفا میدی. تو شفا دهنده ای، عیسی. مگه شفا دهنده فقط خدا نیست؟ به اذنی، این اذن خدای متعال مرز بین توحید و شرک است. اینا معنای عبادت رو درک نمی کند، چون معنای عبادت رو مساوی با دعوت می داند. اگر بنا باشد هر دعوت عبادت باشد، هر دعای عبادت باشد، یک مسلمان واقعی در کره زمین پیدا نخواهد شد، حتی تمام پیامبران مشرک خواهد شد. بهترین جمله و عبارتی که می توان گفت خطاب به وهابی ها و خطاب به حتی امام به سرهایی که این شبهه وهابی ها رو تکرار می کنند و می گویند که یا زهرا نگویید، یا علی نگویید، اینها شرک هست، فقط باید یا الله بگیم. بهترین جمله این هست که انشاءالله